به نام خدا، به عرض سلام و درود بر شما بیننده های شبکه جهانی افغانستان. به ویژه برنامه پرداز باز هم شما را خوش آمدید میگویم. میرویس حیدری حق دوست هستم، شما را دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشین. حالا که نظام اشرف غنی سقوط کرده و آقای غنیم از افغانستان فرار کرده و در افغانستان ایده ای که منتقد اشرف غنی هستند میگویند که رئیس جمهور فراری و مردم تنها گذاشت و خودشان رفتند و حالا امارت اسلامی برگشته و امارت اسلامی را مجاهدینش هم تلاش میکنند که در افغانستان باید صلح و ثبات ایجاد شود و یگانه خواستشان از مردم این است که با امارت اسلامی باید همکار باشند و از هیچ چیز حراس نداشته باشند و ما میخوایم یک حکومت را ایجاد بکنیم که قابل قبول همه مردم افغانستان باشد و این ادعای طالبان هستند تانوس که به مردم میدهند، ولی انتقادات موجود دارد که عملکرد طالبان و گفتارشان یک کمی تفاوت دارد. مردم میخواهند که باید گفتار و کردار طالبان با او تعهدی که به مردم میکنند باید یکسان باشد. در برنامه فعلا با ما جناب قاری سمیولا، یکی از فرماندهان اعضای امارت اسلامی در استیدیو با ما هستند. به اینا در نخواست خوش آمدید میگم. جناب سمیولا سبجی شرق لست پروانیتا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العظیم. به هر څه نه مخکې تاسو او د تاسو تلویزیون له طریقه ټولو هیوادوالو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جناب قاری صاحب، شل کاله مو څه دپاره جګړه وکړه؟ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دنیا جابر ځواک امریکا متحدینو وطن اشغال کړی و د وحشت په ځای ایجاد کړی وه، نو مجاهد وروسته تر هغه په مقابل کې جهاد وکړو نو په راتګ سره یې پیمانه کړو، نو ماتې سره یې مخ کړو. یو بل پوښتنم ده خلکو سره چې واقعا طالبان په دې شل کاله کې څرنګه د امریکایانو په مقابل کې وجنګېدل و دوام پیدا کړي؟ د امکاناتو په کتلو او د مشرانو په هدایت سره مو دوام ورکړلو چې په نتیجه کې بریالي شولو. سمه دی جناب قاري صاحب، زموږ لیدونکو ته ویلی سي چې تاسو څرنګه د جنګ، ستاسو مشران څرنګه د جنګ مدیریت کوي؟ لکه څنګه مو چې د غرب یعنی د امریکا متحدینو ماتې وکتله، مجاهدین فتوحات دا ټول د ښه مدیریت نتیجه وه چې افغان ملت بریالی شولو. قاري صاحب، تاسو فکر کوئ چې یو ورځ بیا افغانستان تا امارت اسلامي ونیسئ؟ بله، چې د مشرانو رهبري او د مجاهدینو قرباني او اخلاص مو کتلو نو مطمئن وو چې دا ورځ به راځي. آیا د خوشحالۍ احساس کوئ چې امریکا ماته خوړلې په افغانستان کې؟ الحمدلله، ټول افغان ملت خوشاله ده او دا د خوشحالۍ زیری ده. اوس چې تاسو پوهیږئ چې امریکا له افغانستان نه وځي، خلکو ته څه کول پکار دي؟ خلکو ته څه کولی شئ؟ البته فرق نه کوي، دا خو کاره خبره ده چې بادران زی غلامان اوسره یا ترې مخکې یا وروسته وي، خو شکر خوشحالۍ خوشحاله ملت ده او شکرګزار وي. اوس چې تاسو ځان بریا ته نږدې هستئ، کم امریکایان اوس په میدان هوایی کې پاتې دي، خلکو ته څه کوئ؟ څه کول پکار دي؟ څه خدمت کوئ پس له جنګه؟ اولس دپاره به زمونږ تمرکز په دې وي چې وطن د پرمختګ لپاره یوسو انشاءالله. اسلامي نظام به اسلامي د چتر لاندې. بلکل، اوس خو تاسو پوهیږئ چې امارات اسلامي په افغانستان کې ځان د میدان پیروز ګڼي. جنګ اوس پای ته رسېدلی چې تاسو ذکر پکې وکړئ چې اوس جنګ پای ته رسېدلی دی، باید موږ د افغانستان د ودانولو لپاره باید کار وکړو. خلکو تاسو سره ډېره همکاري کړې ده په دغه شل کلو کې. سمه دی، تاسو ته به بدون شک تاسو ته به ځای درکړی وي، اوبه به درکړی وي، ډوډۍ به درکړی وي. اوس خلکو ته اوبه ډوډۍ ورکولی سي او که نه؟ انشاءالله موږ ټول کوشش کوو تر څو خپل ولس ته سهولتونو زمینه برابره کړو، تر څو دوی د امن سره کاروبار هم برابر کړي.